سلام و عرض ادب مجدد دارم خدمت شما بزرگواران شب های نورانی ماه مبارک رمضان هست نزدیک شب های قدر هستیم امیدوارم که خداوند متعال توفیق بده از برکات این ماه مبارک رمضان بیشتر استفاده رو بکنیم یک بحثی رو من این چند شب در خدمت عزیزان بودم اون بحث هم در مورد اون نقشی است که عقل در حوزه های معرفت دینی در حوزه شناخت دینی در حوزه اخلاق در حوزه فقه در حوزه باور و اعتقادات باید ایفا بکنه در اون نگاهی که اشاره کردم قرآن کریم مطرح میکنه و آیات رو خدمت عزیزان اشاره کردم در جلسات گذشته در بحثی که شب گذشته داشتم تاکید من بر این نکته بود که پس این پرسشگری عقلی این که من بتونم سوال بکنم در مورد مسائلی که اعتقادی است مسائلی که به حال آموزه های دینی است بتونم بپرسم چرا این یک اصل لازم هست برای اقلانیت دینی یعنی نباید راه عقل رو بس نباید حصار کشید نباید خط قرمز گذاشت که عقل وارد هیته دین نشه نه اتفاقا اگر دین بناس فهمیده بشه اون خطابی که قرآن کریم مطرح میکنه خطاب با اقلاس با اقلاس سر کار داره با اول الالباب سر کار داره اما ارز کردم که لازم هست اگر حوزه پرسشگری دینی رو فعال کردیم پرسشگری اقلانی رو فعال کردیم کنارش هم باید بستر و دسترسی به معارف هم باید وجود داشته باشه اگر ذهن ما مشغول شبه ها شد اشکال نداره اگر شبهه مطرح شد اشکال نداره نباید شبه رو خفه کرد باید شبهات مطرح بشه باید سوالات مطرح بشه اما در کنارش هم باید دسترسی وجود داشته باشه به منابعی که اگر من بخوام نگاه دین رو متوجه بشم بتونم از اون منابع استفاده کنم دسترسی به فردی به شخصی به مجموعه به کتابی به منابعی که انسان بتونه از اون استفاده بکنه تاکید کردم بر اهمیت جایگاه آموزش اهمیت جایگاه تعلیم خصوصا در فضایی که من و شما زندگی کنم جامعه سکولاره نگاه های اعتقادی خیلی مختلفی هست دیدگاه های دینی و غیر دینی وجود داره به هر حال بنا نیست مجبور بکنیم فرزندانمون رو اما موظفیم موظفیم قرآن کریم وظیفه رو به ما میده موظفیم آموزش های لازم رو موظفیم اطلاعات لازم رو اختیارش رو قرار بدیم نباید بچه رو رها کرد قبل از اینکه اون اطلاعات رو گرفته باشه قبل از اینکه مبانی اعتقادیش رو شناخته باشه در جامعه عرض کردم اهمیت تشخیص اولویت ها در حوزه دین رو ما یکی از بزرگترین معضلاتی که خیلی از انحرافات رو در حوزه دین ایجاد میکنه بحث نشناختن اولویت هاست که در دین خدا چه چیزی رتبه اول داره چه چیزی رتبه دوم داره کدوم مهمه کدوم اهمه اشاره کردم آیه 177 سوری مبارکه بقره رو دقت بکنید چون این به بحث امشب مرتبطه من آیه رو دوباره اشاره میکنم لیس البر ان تولو وجوهکم قبل المشرق والمغرب آیه قرانه خداوند متعال فهمد ای بندگان من ای مؤمنین اون در اون چیز ارزش اون چیزی که من خدا از شما میخوام نه ظاهر دینه که به سمت شرق بیسید و به سمت غرب قبل این ور قبل اون ور مهمه بله قبل جز شروط لازم نمازه اما قرآن کریم داره میگه هدف دین این نیست ولیکن البر من آمن بالله و الیوم الاخر و الملائکت و قرآن کریم میاد چند دسته رو هم میکنه میگه اون چیزی که ارزش اول در منطق در حوزه باورهاست باورها رو اصلاح بکنید بعد در حوزه عمل در و نقش دین در جامعه است و آت المال علا خب بهید و القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل بیایید در بطن جامعه دین رو پیاده بکنید و اقام از سلات و آت از زکات خودتون رو تحذیب بکنید بحث تهذیب نفسه و بحث اخلاقه و موفون به عهدهم مذا آهدون ستون های دین این هاست اولویت های دین این هاست و صابری نفل با صائب الضراء و حين البس اولئک الذين صدقوا ارس کردم تبریم مرحوم علامه طباطبایی رو که صداقت در اینجا یعنی یک تعبیری است که جامعه تمام این صفات است که آیت آیات قرآن مطرح میکنه یعنی اینکه انسان قلبش دبانش و عملش یکی باشه اون میشه انسان صادق قرآن کریم میگه اون چیزی که بر شما میخوام صداقت یعنی این فهم درست ادراک درست و اینکه بر طبق اون عمل بکنید و زبان شما هم گویا حقیقت اون چیزی باشه که باور دارید این صداقت رو این نفهمیدن اولویت ها از ابتدای اسلام در سرساز بوده حرکت خوارج ناشی از همین نفهمیدن اولویت های اسلام بود اون برخی از حرکات خشک و مقدسانه به اسم اسلام ناشی از عدم فهم همین اولویت هاست در نحج و بلاغه است یک واقعی رو نقل میکنن که امیر علی, 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 علیه السلام وارد بسره میشه و داخل منزل یکی از اصحابشون که یاران نزدیکشون علا ابن زیاد حارثی حضرت من منزل این شخص وارد بسته شدن امیر مؤمنان میرن منزل علا ابن زیاد حارقی از اصحاب حضرت هست میرن میبینه حجب خونه بزرگی داره تشکیلاتی داره خب حالا این نگاه حضرت خیلی نگاه جالب است دقت بکنید من شما باشیم این آقای خونه بند خدا میرین که آقا یکی از حالا یه آدم سرشناس است آدم فرض کنید که حالا یه شخصیت معتبر است علمی است یا هر چیز است یه خونه خیلی بزرگ و یه امکانات زیادی خب واکنش ای... ها متفاوتی که میگه آقا ببینید خلاصه دنیا زده است اصلا اول دنیا گرفتش یکی میگه آقا نه به این چه کار داری تعمیر حضرت امیر خیلی جالبه حضرت به علا برمیگردن میگن که موقعی که حضرت دیدن این خونه بزرگ تشکیلات رو قال ما کنت تصنع و به سعت حادت دار فی دنیا و من که تو با این خونه به این بزرگی در دنیا میخوای چه کار بکنی اما انت الیها فی الاخرت کنت احوج بدان در آخرت بین سراغی بزرگ بیشتر نیاز بندی اما و بلا انشعت بل انشئت بلغت به حل آخره بله اگر بخوای و درست استفاده کنی از این مال میتونی برای رسیدن به آخرت استفاده کنی این نگاه نگاه عقلانی علیست نمیگه آقا ثروت داشتن بده میگه ثروت خود اتفاقا ثروت بد نیست اگر بفهمی چطور استفاده کنی میتونه سرمایه آخرتت باشه میفرماید تقری فيها ها دیف و تسلو فی و تطلع من حل حقوق مطالع ها فا قد بلغت به الاخره اگر این خونه درشو باز کردی مهمان پذیر در این خانه اگر این خونه درشو باز کردی نزدیکان دستگان تحکیز گرفتار در خونه تو این خونه تو شد پناه اونها اومدن دستشون رو گرفتی و اگر خونه تو شد جایی که حقوق مردم ادا شد دردهای مردم دوا شد تو با این خونه و با این خونه بزرگت آخرت رو باش خریدی بله این تفسیر علی الاحسان میزنم این میشه این نگاه, نگاه, رو یک نگاه یک بعدی نیست میفهمید این مال دنیا امتحان سنگینیه اگر داری حساب هم داره اما اگر حواست به اون حساب باشه و درست هزینه کنی اتفاقا به نفع آخرتت میتونه حرکت بکنه حالا اینجا من تا بگم این قسمته این الو میاد خدمت امیر المومنه میگه آقا جان من از برادرم میخوام به شما شکایت بکنم حضرت میگن چرا؟ میگه قال لبس الابا و تخلا من دنیا یه ابا انداخل رو دوشش و خلاصه ازلت گزیده گذ... از دنیا دنیا رو ترک کرده گوشه خانه ای و عبادت و صبح تا شب و به حال زندگی و زن و بچه رو همه رو رها کردی که آقا من میخوام در راه خدا میخوام عبادت بکنم کنم حضرت فهم علیه به. بیارش بشه من حالا این برادرش بعد موقعی که آمد تعبیر از زمین خیلی تعبیر تشر خیلی سنگین است فرمود یا ادی نفسه لقد استهام بك الخبيس اما ای دشمن خودت شیطان تو رو گمراه کرده کنید طرف چیکار کرده آقا رفته یه گوشه خونه خودش رو زندگیش رو وقت خدا عبادت کرده بعد علی علیه السلام تو دشمن خودتی شیطان تو رو گمراه کرده اما رحمت اهل که و ولدک تو به زنت بچه رحم نکردی که رفتی گوشه خونه عبادت میکنی خب زن و بچه میخواد چیکار کنه مگه نه زندگی مگه ندارن مگه تو موظف نیستی هزینه این رو تامین بکنی مگه این بچه مگه پدر نمیخواد گه نگاه اسلام نگاه این, این اون عبادتی که تو برای گوشه اتاق بنشینی و وظایف تو مسئولیتات رو رها کنی حضرت امین فرمود شیطان بزی پایتون شسته این عبادت نیست اتر الله احل لك التیبات و هو ان تاخذها آیا تو فکر میکنی خداوند متعال اومده این عالم رو این همه امکانات عالم خلق کرد چیزایی که بخاطر طیب طاهر حلال خداست بعد خدا برش میاد تو از حلالش استفاده بکنی این چیزی که زندگی زندگی درویشی جا انداخته اینا خلاف در تعالیم دین اسلامه اصلا این نه از حلال خدا استفاده کن خدا برای تو خلق کرده چرا زن بچه تو زحمت میندازی چرا اونها رو اذیت بعد برمیگرد این شخص میگه آقا جان یا امیر المؤمنین هادا انت فی خشونت ملبس که و جشوبت معکلک آقا جان من به شما اقتدا کردم این لباسی که کرباسی که شما میگوشین لباس خشنی که شما تونه این قضایی که شما نان و نمکی که دارید بخورید من خواستم مثل شما باشم خب جوابی که حضرت امیر جواب خیلی مهمه من عرض میکنم اولویت ها فهم جایگاه اساسا فهمودن که ن وای هک انکه انی لست کند وای من مثل تو نیست وضعیت ان الله تعالی فرض علی ائمه الحق ان يقدروا انفسهم بضعفه بل الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقر را اشتباه نکرده باشن بعضی از تلفظ های عبارت رو از این فهمیدن که من حاکم جامعه خداوند متعال بر حاکم جامعه فرض کرده که باید مانند ضعیفترین طبقه جامعه زندگی کنه برای اینکه اون سختی اون فقر بر اونها سخت نیاد اون کسی که در شرایط در طبقه پایین جامعه است در زیر فشار مالی کمرش داره میشکن نگاه میکنه حاکمش در فلان کاخ داره زندگی میکنه با چه کبکبا دبدبا ثروتی داره زندگی میکنه امیدی براش نمیمونه اما اگر دید من علی هم مثل او هستم من علی هم داره همون سختی رو میکشم که او میکشه آدم این درد یک مرهمی براشه آقا بخر رهبر من هم درک میکنه سختی زندگی من رو کمو تو مثل من نیست وضعیتت تو زندگی عادی ببین شرط عادی به زندگی مردم چطوری است برای زن بچه کار کن زندگیشون فراهم کن یا یعنی این چی بری گوشه بشینی یه یعنی عبا بندازی روش صبح دعا کنی تو شب قرآن بخونی خیلی مهمه یعنی فهم آقا دین کجاست فهم اینکه این دین باید در اصل جامعه باید نقش بازی کنه فهم اینکه دین اسلام دین روحانیت نیست این فهم این اولویت ها مثال میخوام ارز کنم شما فرض کنید وارد یک مرکزی میشید یک مرکز دینی دو تا منکر خدا نکرد دو اتفاق میفته منکر اول یه عده میبینید اینجا گوشه نشستن دور هم جمعن بحث سیاسی داغی هست آدم های مختلف شخصیت های مختلف دارن اسم برن فوش میدن بعد بلا میدن تهمت میدنن شایه مطرح میکنن تصمیت بحثای سیاسی بعد معاقه اتفاقات میفته بعد من میرم میبینم که یه گوشه دیگه آقای یه دو بایستدن به جایی که به سمت کعبه نماز بخونن یه شبه اقلیتی دیدن به سمت بیتر مقدس دارن نماز بخونن اون برای قبل رو بایستدن خب این یه انحراف دیگه خب اگر من اومدم داره بیداد کردم با جی خدا اینایی که دارن نماز به سمت بیت المقدس میکنن مسجد پرد کردم بیرون بعد رفتم نشستم با اون گروه اول نشستم منم گفتم و باشون خندیدم منم دو تا شایعه اضافه کردم منم چهار تا شایعه شنیدم من از حقیقت دین خدا هیچی نفهمیدم هیچی نفهمیدم شما نگاه کنید چرا چون من اول اومدم در یک حلقه نشستم این که اولویت های دین رو عرض میکنم در یک حلقه نشستم حلقه رو تایید کردم در مقابل معصیت سکوت کردم که از بزرگترین معاصی دین خداست که هسته دین رو نابود میکنه این آب رو بردن آب روی مؤمن رو بردن بی حرمتی کردن قیبت کردن تهمت زدن اینها هسته دین رو توهی میکنه به اسم بحث سیاسی به اسم پلان من خیلی مواقع به دوستان میگم کاری نکن دنیای خودتون برای آخرت خودت بعد دنیای بقیه ندید مراقبت کنید این بحثا. این تعبیری که قرآن کریم داره در ماجرایی که از شنیدن تهمتی که به همسر پیامبر به آیشه زده شد تعبیر قرآن رو شما ببینید لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم با خيرا وقالوا هذا افكم و اف بقران فرمایید چرا موقعی که این تهمت رو شنیدید این شایعه رو شنیدید به جایی که این شایعه رو پخش کنید به جایی که به بگید به جایی که بگید دبا باشه واقعا این چیزی از نگاه کنید زن پیامبرم دیگه اینطوریه قران چرا اول عب... که شنیدید اول عب... زن نیک نبردید نگفتید آقا اینا تهمتش شایعه باشه چرا نگفتید هاوا افکم مبین چرا نگفتید این تهمت بزرگی است بعد قرآن میگه مگه اینا شاهد بودن چهار تا شاهد عادل بودن. بعد میفرماید که بلا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره اگر رحمت خدا بر شما نبود در دنیا و آخرت اگر امت پیام و مسئول رحمت خدا شدید اگر رحمت خدا نبود به خاطر این گناهی که کردید به خاطر این تهمت که پخش میکنید به خاطر این شایعه هایی که پخش میکنید لمسکم فیما افضتم فیه عذاب عظیم به خاطر این گناه ها به خاطر آب ریختن ها عذاب مشمول عذاب عظیم خداوند میشدید سری آیات قرانه ال تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون حينا وهو عند الله عظيم تو تا شایع است فکر می‌کنی چیزی حالا با به هم دیگه از این زبان از این یکی برای که میکنی نقل می‌کنه تو جمع بشیم آخ خبر داری چیزی تازه بهتون بگم این خبر سیاسی جد، 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 جدید من شنیدم آدی بند خدای من گفتید بلا فاصله می با هم نقل می‌کنیم حالا نقل, نقل مجلس هم میشه یکی همین چیز اضافه می‌کنه یکی همین اضافه می‌کنه فضا هم گرم میشه قرآن کریم فهمید که شما با زبون میارید مطرح می‌کنید و تحسبوه و حینا فکر که چیزی هم نگفتید حالا دو تا شاید دو تا حرف با هم یه خندیدیم حالا تو مطلب نقل کردیم مطلب دیگه آقای گفته شده بل بخو و ان الله اما این معصیتی که مرتکب شدید آبرویی که ریختید این تهمتی رو که منتشر کردی در نزد خداوند متعال گناه بزرگی است ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم چرا موقعی که شنیدید نگفتید من حق و ندارم این شایعه رو پخش کنم این بهتان بزرگی است چقدر آبروی مردم رو متاسفانه با همین شایعات میبریم بدون دقت بکنید پشت سر یه فردی حرف میشه شایعه توی روزنامه زرد توی نشریه مشهور میشه پخش تو جامعه آبروی حیثیتی خانواده میبرن بعد قرآن کریم فرمود یا اذکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین حالا ماجرای تو که وایشه زرد قرآن کریم فرماید که خدا به شما پند بدهد که مبادا دوباره به مثل چنین کاری برگردید اگر ایمان دارید اگر اهل ایمانی خدا داره به اون تو میده که برنگردید خب این اولویت نکنه مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه سیری که سوره مبارکه نساء که قرآن کریم میفهمد ان تشتن بو کبائر ما تنحون عن نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما آیه قرآن مثال وعده میده وعده خیلی زیبایی است که بندگان من اگر اون کبائر گناهان رو از اونها اجتناب کنید من خدا به رحمتم از اون گناهان ریزه از اون خطاهای کوچه که تو و ندخل کم مدخلن کریما و شما رو مدخلن کریما و شما رو وارد اون سرای کرم سرای رحمت سرای بخشش درون بهشت بر این الهی میکنم خب این وعده الهی سنید مراقب اون گنده ها باشید اون گنده ها کار خراب میکنه اگر خدای نکرد آدم محمد زد غیبت زد حق و ناس به گردنش بود مهم نیست چقدر عبادت کرد حق و ناس و خداوند متعال روز قیامت تا موقعی صاحب حق راضی نشه نمی بخشه این خب اگر نگاه این بود یعنی اگر این رو فهمیدیم بعد موقع مرحوم علامه فهمید که میخواد بفهمید کدوم گناه ها گناه های کبیر است هر گناهی که میبینید قرآن با شدت داره در موردش صحبت میکنه تعبیر عذاب میکنه خدا تهدید میکنه یعنی مسئله خیلی بزرگه شما دیدید آیات در مورد بحث بهتان رو خدا متعال چگونه با شدت میگه اگر برگردید مبادا برگردید اگر ایمان دارید اگر فضل خدا و رحمت خدا نبود مشمول عذاب عظیم خدا بودید شما بحث رو ببینید آیه قرآن چی میگه؟ میگه مانند فعلن به حرب من الله و رسوله اون کسی که رباخاره اون کسی که از ضعف اقتصادی مردم استفاده میکنه اون بدبختی که بیمار داره وقتی بیمارستان خوابیده ناچار بره از این آقا پول قرض بکنه ولی آقا با 30 درصد 40 درصد 50 درصد میخواد پس بگیره خدا میفهمید آماده باش ب... که به جنگ خدا, خدا داری و رسول خدا داریم میری فاذنوا به حرب من الله و رسوله کنید اولویت های دین رو بشناسید خب. حالا بحث دیگه توی مثالی که عرض کردم خب پس یک مثال اینه اگر که میگم اگر من رفتم تو اون جمع نشستم و اون جمعی که به سمت قبله اشتباه نماز میخوندم بیرون کردم سرشون داره بیداد کردم پرد کردم مسجد بیرون رفتم اینجا نشستم دین خدا رو گم کردم اول به خاطر اینکه که بزرگترین منکرات دین خدا رو دارم مرتکب دارم میشم بعد دوم بحث اینه که اصلا بله شکی نیست این به سمت بیت المقدس نماز خوندن بله خلاف دستور قرآن قرآن قبل عوض کرد تصریح قرآن کریم است به سمت ب... بیت بیتولا... الله به سمت ب... خانه کعبه باید نماز خوند اما این واکنشی که این آدم نشون میده این که حالا مسجد بیرون میکنه نشون دهنده که این آدم از امر به معروف و نهی از منکر که فریضه دینه هم هیچ چی نفهمید هیچ نفهم شما نگاه کنید سوره مبارک آل امران هست آیه سر و چهار قرآن متعال میخواد بحث امن معروف و نهی از منکر مطرح بکنه ولتکم منکم امه یدعون الی الخير و یامرون بالمعروف و ینهون علی المنکر اولئک هم المفلحون باید یک دسته از شما باشن ببینید فهم همه شما یک دستی. اون دستی کار بلد باشن بفهمن کار فرهنگی بلد باشن حرمت مردم رو بشناسن میفهمون یک یک ایده باید باشن که به حال کمک کنن اونجایی که جامعه مسیر غلط داریم کمک بکنن اما یک حرکت اصلاحی یک حرکت دلسوزانه است امر به معروف و نهی از منکر ما نفهمیدیم غلط فهمیدیم میخوایم امر معروف و نهی از منکر کنیم داد میزنیم سر طرف بی حرمتی میکنیم ناسزا میگیم که امر معروف نشد که یک کسی بعد خود این آقا رو امر معروف و نهی از منکر میکنه یک حرکت اصلاحی است مثالی که من میزنم میگم یک که پسرش نکرده حالا سیگار میکشه این پدر میخواد کمک کنه این پسر رو خب نمیره در گوش پسرش مکم بکوبه که یه سیگار بنداز این روش غلطیه بدتر جواب میده اگر واقعا دوست داشته باشه پسرش رو عاشقانه با پسرش حرف میزنه نصیحت میکنه حرف میزنه که کمک کنه پسرش رو اگر واقعا دلسوز باشه اگر واقعا نگاه تو امر معروف بود که نگاه برادرانه است نگاه خواهرانه است اصل خیلی از این افرادی که در امر معروف و نهی از منکر اصلا اصلا احکام امر معروف و نهی از منکر بلد نیستن مرحوم حضرت امام تو بحث تحریر سا... وسیله مطرح می‌کنه در بحث امر معروف و نهی از منکر میفرماید که اگر شما میخواد جایی امر معروف و نهی از منکر کنید بنده در خطایی داره میکنه در حال محیط عمومی اما آدم فهمیده است یه نگاه شما یه اشاره شما کافیه همه که میبینه مثلا شما پدرش هستید نگاه بهش میکنید خجالت میکشید این کنار میفرماید حرام است تذکر زبانی بدی حرام است این بعد حرمت رو حفظ کنید اگه خاطر فهمی نیست همین تذکر کفایت میکنه بعد میفرماید که اگر حالا رفتی مثلا نیاز به تذکر زبانی شد محترمانه معدبانه تذکر داری قبول نکرد اگر حکومت دینی هست دیگه از اینجا باید هیچ تکلیفی نداری که هیچ هیچ حقی هم نداری اجازه نداره اینجور به بعد فراتر پرابد، بری فقط محترمانه مؤدبانه میتونی تذکر بدی قبول کن قبول کرد قبول نکردی که تک تکلیف دیگه, تق... دیگه. تموم شد احتمال تاثیر مرحوم هر زمان تاکید می میفرمایند که آقا اگر شما میخواید امر معروف و کرد از بعد مطمئن باشید که آقا شرایط طوری که اگر بگی طرف مقابل فضایی هست بستری هست که قبول بکنه واقعا حرف شما اثر بکنه مگه ببین اثر نمیکنه واسه سوء تفاهم میشه باعث میدونید که اثر منفی میذاره میفهمید تکلیف ندارید که هیچ باعثم جایز نیست امر معروف نه از منکر از همه مهمتر این بحث ظرفیت اخلاقی است امر معروف نهی از منکر من میخوام برم میخوام پسرم خطایی کرده میخوام کمکش بکنم میخوام میگم پسر جان این مسیر غلطه پسر من با این دوست نگرد پسرم فلان جانم یه تعبیری داره امام صادق علیه السلام که تعبیر زیبایی است میفرماید که احب و اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی میفرمایم بین دوستان من اونی که من از همه بیشتر دوستش دارم اون کسی است که عیبه های من امام صادق رو بیاد به من هدیه بده هدیه بده این خیلی نکته داره امام میفرماد عیب رو هدیه بده آدم هدیه که میده چطوری هدیه میده کادو میکنه به بهترین شکل میده معدبانه میده این هدیه دادنه آدم هدیه تو صورت کسی طرف که نمیکوبه که جزو امر معروف که اگر هم بناس انجام بشه این ادب رو میخواد این اخلاق رو میخواد این ظرفیت رو میخواد حتی جالب قرآن کریم به, موسی میگه این موسی موقعی میخوای بری حتی با فرعون میخوای حرف بزنی گفت فرعون کی رو داریم دیگه فقولا له قولا لینا لعله يتذكر و یخشا اگر امیدی باشه که فرعون بخواد اصلاح بشه با زبان نرمه با ادب قولا له قولا لینا قرآن داره نجات میده دیگه بعد آقا من میرم تشعر میزم توهین میکنم میگم آقا به بیمارو از منکر کردم ما متاسفانه نمونه های بیشماری داریم از اون مواردی که ب... که با ب... فهم غلط دین یا فریضه امر معروف نیست غلط پیاده شده تعطیل شده مثال بخوام تا کن. از کنم یکی از هیات های معروف تهران چند سال پیش مراسمی این بود خب این هیات خیلی معروف بود و خیلی دوستان میرفتن و انقدر شد که خیابون جا نداشت متاسفانه اومد خیلی ها دوبله پارک کردن دوبله پارک کردن که هیات بعد خب نیرو انتظامی ما جریمه کرد اینها رو اون مداح معروف برگشت پوشم میگه خود دازکا کی جرئت میکنه ازادار سید و شهدا رو جریمه بکنه من میخوام بگم از کنم که اتفاقا اون ازادار سید و شهدا چند برابر جریمه کرد اون عزادار سید و که متوجه نمیشه ماشینی که دوبله پارک بنده خدایی که اون اونجا ماشینشو گذاشته شاید مریض تو خونه داشته باشه دو ساعت سه ساعت, ساعت بعد تو خیام بمونه که شما برید توی هیئت اونجا سیده بزنید بنده خود تو بمونه که خلاف پارک کردید خب این آدمی که دین رو نفهمه برای یک مستحبی مردم رو به طور زحمت بندازه امام مجتبی میگه آقا جان برو دین این بنده خدا رو من برم بدم از 9000 سال عبادت برتره بعد من برم به خاطر عزای سید الشهدا مردم رو گوشه خیابون گرفتار بذارم که آقا من میخوام برم عزاداری سید الشهدا میخوام بکنم خب من نفهمیدم دین رو اصلا دین رو چپه فهمیدم بعد همین آدم همین آدمایی که بخواد این نگاه رو داشته باشیم همین آقا میخواد به امر معروف و نهی از منکر بکنه من نمونه ها رو دیدم متاسفانه اینا دارن میگن همین نمونه هایی که اتفاق افتاده یه وقت مسجد حالا یه خانی اومده حالا حجابش کامل نیست راش نمیدن تو مسجد که آدم دقیقا یه مسجد بشه مجلس سید و شهده راه نمیده مجلس مال سید و شهده است. تو چه حق داری مهمان سید و شهده مسجد رد بکنی؟ اصلا کدوم حکمی در احکام دین خدا ما دارین در کدوم رساله عملی دارین که اصلا خانم یا... یا پسری اصلا من یادم هست آستین کوتاه تنش بود طرف راش نمیدادن مسجد گفت آستین کوتاه تنته خب کدوم حکم رساله عملی است که کسی آستین کوتاه تنش بود تو مسجد راش ندید احکام مسجد شخصی چرا ما مسجد خانه خدا رو میبینیم چه دین و موقعی که نمیفهمیم تو دین رو پیاده میکنیم که مردم رو زده میکنیم از دین خدا با کدوم مستند شریعی خب من نمیدونم عزیزان یادشون هست دوران ما قضایا بود دیگه چقدر شلوار به جرم شلوار دی پوشیدن شلوار جین پوشیدن از کلاس بیرون کردن به جرم آستین کوتاه پوشیدن تو اداره راه نمیدادن چقدر چهار راه تو سر و مر... بچه مردم درست کردن همه به اسم دین شد دیگه خب نتیجه چی شد جوان به دین علاقه من شدن دین خدا رو پذیرفتن اینطوری اثر کرد همه عاشق شدن همه محب شدن این روش های که همه ناشی از این که اصلا دین رو نمیفهمیم نمیفهمیم که این دین رسول گرامی اسلام که خدا من متعال میفرماید ولو كنت فلن فلن القلب فضل من حولک پیامبر اگر تو اینطوری بودی اگر رفتار تو اخلاق تو تند بود تمام مردم دور تو پراکنده میشدن و به ما رحمت من الله لم خدا به انایت رو کرد که این با این رحمت با این رحمانیت با این بخشش با این نرمش با مردم برخورد کنی که اینطور عاشق پیامبر شدن این چنان مردم عاشق پیامبر شده بودن که حضرت وضو میگرفتن قطرات وضو حضرت رو باید تبرک جمع میکردن اینطور عاشق کرد پیامبر کیا رو اون افرادی که اصلا سالها صدای پیامبر رو هم نبودن بشنون این اخلاق رسول خداست که رو جلو برده این مرحوم شهی متحری عبارتی داره از این احتمالا شنیده باشن تو این اما خیلی بس شده این خیلی تعبیر زیباییست ایشون در مورد امر معروف از منکره بس میکنن فهمن حالا حالا که من گفتم امر به معروف و نهی از منکر لابد همه ما خیال کردیم که خب از اینجا برویم به امر به معروف و نهی از منکر کنیم متاسفانه همیت هم هست از شما میپرسم اصلا من و شما میفهمیم که امر به معروف و نهی از منکر چیست و چگونه باید انجام شود بعد میفرماید تا حالا که امر به معروف و نهی از منکر ما در اطراف دکمه لباس و بند کفش مردم بوده است در حول و موی سر و دوخت لباس مردم بوده است ما اصلا معروف چه میشناسیم که چیست منکر چه میشناسیم که چیست ما گاهی معروف ها را به جای منکر میگیریم و منکر ها را به جای معروف تابیر مرحوم این زمان همین درد بوده بهتر این که ما جاهل ها امر به معروف و نهی از منکر نکنیم چه منکرها که به نام امر به معروف و نهی و از منکر به وجود نیامد آگاهی و بصیرت میخواهد خبرت و خبرویت میخواهد دانایی روانی شناسی و جامعه شناسی میخواهد چقدر این مرد دورندیش بود بزرگ میره آقا امر معروف از منکر جامعه شناسی میخواد روانشناسی میخواد تابیر شهر متخصص میخواد کار فرهنگی آدم شناس میخواد ادب میخواد اخلاق میخواد روانشناسی و جامعه شناسی میخواهد تا انسان بفهمد که چگونه امر معروف را نهی از منکر کند یعنی راه معروف را تشخیص بدهد ببیند معروف کجاست منکر را تشخیص بدهد ریشه منکر را به دست بیاورد از کجا آن منکر سرچشمه میگیرد و لحاظا ائمه دین فرمودند تعبیر مرحوم شیخ جاهل بهتر است امر معروف نهی از منکر نکند چرا لانه ما او اکثر من ما ما او اکثر من ما اینکه آدم جاهل امر معروف نه یاد میکنه اونی که خراب میکنه بیشتر از که درست میکنه میخواد ابروی طرفو درست کنه چشم طرفو کور میکنه اینها متاسفانه فرض این درد یک گینشناسه درد یک یکی از اون نوابق بزرگی است که, ما... که واقعا ما دج... بحث کلام شیعی در معرفت شیعی داشته مرحوم شاید یک واقعا دید عمیق اجتماعی داشت این نفهمیدن این اولویت ها که عرض میکنم یک خساراتی ایجاد میکنه در مدیریت کلان کشور در کارآمدی یک مجموعه شما دقت بکنید من مثال هایی که میخوام عرض بکنم. این مثال ها رو عزیزان میدونم ولی میخوام بگم ببینید اینها موقعی که نمیفهمیم چه چیزی تو دین مهمه چه چیزی مهم نیست. آقا گزینش و مصاحبه عقیدتی میکنن آقا بعد سازمان ها به دانشگاه ها چه سوالاتی میپرسن آقای متخصص میره اونجا درس خونده کار کرده خب حالا میخواد یه سوال عقیدتی پرسید میخواد سوالی پرسید که دینی باشه خب بپرس آقا شما فرزن تو حوزه تخصصت کاری بلدی بکنی که فرزن در توی برایند تولید خب صرف جویی بهتری بشه بیت به المال کمتر حرام بشه حرام بشه سیستم بلد اینجا پیاده بکنی که بتونی مدیریت رو بهتر انجام بدی خب سوالا ایناست سوال چیه خب از اون اینها رو میدونن سوالی که من اینها رو چون سوالی که من پرسیدن خدمت عرض میکنم سوال از قسل میت و نماز میت سوال میکنن میگن آقا با کدوم پا وارد دستویی میشی میگن آقا روز قدس گرفتی رفتی میگه بس سوال مسائل کرد روز قدس گرفتی رفتی ساندیس خوری یا نخوردی که مچشو بگیرن که آقا روز قدس که مثلا تو ماه رمضان بود که آخه این چه جور گزینش اعتقادی آخه کجای دین اسلام این کارو میکنن آخه بعد نتیجه اینجور فهم غلط نتیجه اینجور به اسم دین این کار کردن مردم زده میشن از دین آخه چه جور دینیه که بنده خدایی که همین تحصیل کرده احمد کشه کار کرده میره تو اعتقادی میگه چون پای با پای راست پای چپ باید وارد بشی اخراجش میکنم میگه آقا این کار نمی یه تعبیر رو داره بعد نتیجه چی میشه این آدم متخصص رد میکنه اون آدمی که به حال حالا ظاهر ظاهر بهتر نگه میداره این سوال پای چپ و راست هم میدونه قبول میکنن تخصص نداره این آدم میاد پستی رو میگیره نمیتونه اداره بکنه منابع بیت المال رو هدر میده منابع مردم رو هدر میده مدیریت جامعه رو مختل میکنه مرحوم شهید چمران یه جمله معروفی که از آن شنیدن این رو خیلی حرف قشنگیه از پرسید آقا تعهد بهتر یا تخصص ایشون گفتش که من بله من میگم تقوا از تخصص لازم تر است قبول دارم این رو. آن را میپذیرم اما میگویم آن کس که تخصص ندارد و کاری را میپذیرد بی است. خیلی حرف قشنگی یا اگه واقعا دین داشته باشی کاری که حوزه تخصص تو نیست کاری که حوزه مدیریت تو نیست کاری که بلد نیستی نمیری قبول کنی با جان و مال مردم و سرمایه مردم همه‌شون به اسم دین انجام بدید میخوام میگم دین رو ببین چطور دین رو متاسفانه ابزار قرار میدیم حالا یک نمیدونم این رو بگم یا نه متاسفانه حالا شاید یه مقداری فضای جمع حالا خاصیتون اه... در بره ولی خب یه چیز که هم خنده داره و هم تلخه این قضیه من رفته بودم بعد از حالا یک دوره تحصیلی که حالا فرض کنید که حالا دوره طولانی تحصیل مجموعی تحصیل کرده بودم حالا مراتب رو از مدارک گرفتن بعد مدرک رو توی توی درجه خاصی بعد می‌گرفتن رفتیم اونجا گفتن آقا یک شرط داریم مدرک بعد فلان شرط رو انجام بدی خب من خیلی با شرط موافق نبودم مثلا معقول نبود ولی خب چاره‌ای هم نداشتیم گفتم باش گفتن آقا برای این شرط یه سری شروط دیگه هم هست باید یه کارگاه بری تا بعد مثلا حالا این شرط رو بری. گفتم آقا باش حالا کارگاه میری. خب گفتن آقا فلان روز کارگاه باید شد خب حالا من گفتم حالا کارگاه حالا رشته تخصصی به خاطر 10 سال 12 سال کار کردم خب آقا مثلا کارگاه فرضاً مقاله آکادمیک نویسی و اصول خ... مقاله مخ... مخ... نویسی رو میخوان کار بکنن یا میخوان کنفرانس هایی که تو زمینه هست میخوان معرفی بکنن آقا باور نمیکنید کارگاه چی بود کارگاه اولین بود کارگاه اخلاق در خانواده که با خانومت با همسر چیزی در زندگی صحبت میکنی خب آقا بحث خوبیه آقا به چه تخصص من داره چه مرجه که من باید به کارگاه اخلاق در خانواده باید دست باشه آخه مگه من میخوام آدم اخلاق بشم میگه تخص اخلاق میخوام بگیرم حالا این بازم خیلی خوبه این رو میخوام بگم کارگاه بعدی که من دیگه فاتحه دیگه من بستم قضیه رو دیگه نرفتن اون بارم بجره. کارگاه گذاشتن کارگاه مردشوری یا آقای رو بردن آمونش مردشوری میداد باور کنید آخه مگه من میخوام مردشور بشم آخه شما نیا خیلی حقلانیت شما نگاه بکنید برای خوش توجیه دارم آقا شاید شما بخره بارو توضیح علوم دین یه روز یه جایی رفت میده بنده خدای مرد دازم اون قصدش بدید شما بیه یک مدرک تخصصی رو بس کنید به کارگاه مردشوری که شاید یک روز یه بنده خدای یه جایی مرد آقا یه روز یه بنده خدای یه جایی مرد اینجا اونجا مردشور هست نباشم آقا من میره کتاب رو نگاه میکنم یوتیوب هست هزار هز... چیز دیگه هست خب میگن نیوکه موقعی, موقعی که نمیفهمن اولویت های دین رو موقعی که نمیفهمن دین یعنی همه رو به اسم دین دارن انجام میدن من یه خیر اومده گذاشتم نگرفتم خب میگن نیوکه ببینید این دو چیزاست که داره واقعا به اسم دین اگر عقل به کار نره اگر خب عقل آدم یه واسه نگاه کنه مدگ تخصصی داره میگیره میخوای کارگاه بزنی کارگاه بده توزه تخصصی طرف به درش بخوره کارگاه مرده کارگاه اخلاق در خانواده یک ماجرایی بود انتخابات ریاست جمهوری حالا هم دوران بود با بعض دوستان صحبت میشه داره اون زمان سوال سیاسی میکردیم خیلی وقت دیگه اصلا توی فضا نیستیم ولی حالا آره اون زمان دوستان میاد مثلا میکرد. آه فلان کس خیلی کاندیدای خوبی فلان خوب چرا خوبه او خیلی آدم متدینیه خب حالا آره دیگه چی او خیلی متدینه دیگه خیلی آدم متدینیه گفتم خب اگه به این باشه خب مادر بزرگ من برای بهتره باور کنید از دو سه ساعت قبل از اذان صبح نماز شب بولم میشه میخونه تا آخرش هم قران کتاب دو دستش نمیفته اگه به این خود مادر بزرگم بهتره آخه این چه جور استدلالیه که ما دین آخه این چه جور فهم دینه و بعد نتایجشو نگاه بکنید نتایج اینو تفکر چه بلایی داره سر مادر میاره این نفهمیدن اولویت های دین نفهمیدن این که اقلانی نداشتن از این واقعا بحث خطرناکی است من این روایت رو عرض بکنم تمام بکنم صحبتم بود این روایت زمان کازم علیه السلام میخوام ببینید این فهم این اهمیت رو داره حضرت فرمودن تفقه و فی دین الله فرمودن دین خدا رو بفهمید دین خدا رو بفهمید همه حرف اینه تفقه و فی دین الله فإن الفقه مفتاح البصیره و تمام العباده این فهم این فقه, فقه اصلاحی نیست فهم دین کلید بصیرت کلید شناخت تمام عبادت و بندگی خدا به فهم دینه و سبب و ال المنازل رفیعه و رتب الجلیله فی دین و دنیا اگر میخواید به برترین مراتب میخواید برسید اگر به برترین مقامات میخواید برسید در دین و در دنیا دین رو بفهمید و فضل الفقیه علی العابد فضل آدم شناس بر آدم عابد به تعبیر امام کاظمه و فضل الفقیه علی العابد که فضل شمس علی کواکب مانند ارزش خورشید در مقابل ستاره است آدمی که دین شناس دین بفهمه دین فهمیدن به لباس نیست به, لب... به درس فلان مجموع خوندن نیست به این کارم عقلش رو در شناخت دین به کار بگیره لبیت های دین رو بفهمه و تعبیر, تعبیر آخر خیلی عجیبه و من لم یتفق دهفی دینه لم الله له عملا و کسی که دینش را نفهمید خدا هیچ عملی را از او نخواهد پذیرفت تعبیر امام کاظم اینکه میگم دین رو باید دینه چون آدم اگر دین رو نفهمه میخواد به دین خدمت کنه خیانت میکنه همون تعبیری که رسول گرامی اسلام عرض کردن جلس جلس حضورش هم در جلسه اولی که داشتیم روایت رو که ازش آدم جاهل ضربه ای به دین خدا میزنه که از ضربه آدم فاسق بیدین بدتره آدم جاهل متنسک پس این رو انشاءالله خدا این توفیق رو به ما بده حالا امیدوارم حالا این بحث من شبای ادامه بدم خداوند بانه این توفیق رو به ما بده که بتونیم دین خدا رو معارف دین خدا رو بتونیم بفهمیم اولویت های دین رو بشناسیم جایگاه دین رو بشناسیم اگر دین رو درست شناختیم اون دین برامون عزیز میشه اون موقع زیبایی های دین رو میبینیم اگر نامه امیرالمومنین به مالک اشتر رو با دقت خوندیم اون موقع ارزش های مکتب اسلام میفهمیم که این مکتب این که واقعا افتخار بشریت نامه مالک اشتر شما ببین با, با منشور حقوق بشر الان مقایسه کنید ببینید اون ارزش هایی که علی علیه السلام قرار میده اون احترامی که برای مردم قائله که این مالک اگر تو به گونه حکومت کنی که همه خواص از تو راضی باشن اما مردم عامه از تو راضی نباشن هیچ ارزشی نداره موقعی ارزش داره که حکومت تو حکومتش مردم بپذیرن مردم دوست داشته باشن اگه دین اومد تو بستر جامعه نقش ایفا بکنه اون دین دینی است که از قرآن کریم استفاده کردیم اون دین دینی است که میتونه انسان رو به تعالی برسونه امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق شناخت و بصیرت در دین رو عطا بفرماید امیدوارم خداوند متعال در فرج مولامون و آقامون امام زمان تعجیب بفرماید بر محمد و آل محمد یک صلوات بلند خط کنید